صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز دوشنبه اعلام کرد که اقدامهای معنادار و مؤثر برای جلوگیری از استفاده از سلاح‌های انفجاری در مناطق پر جمعیت می‌تواند تعداد تلفات کودکان در ها را به نصف کاهش دهد. همکارم گزارشی در این زمینه تهیه کرده که توجه شما را به دیدن آن جلب می‌کنم. یونیسف روز دوشنبه هشدار داد که با افزایش جنگ شهری استفاده از سلاحهایی که برای میدانهای جنگ باز طراحی شدهاند اکنون به یک مسئله رایج در شهرها شهرکها و روستاها تبدیل شدهاند که آثار مخربی بر ساکنان جوان و کودک آنها دارد بین سالهای 2018 تا 2022 سلاحهای انفجاری عامل 49.8 درصد از 47500 مورد از کشته و معلول شدن کودکان بوده که این آمار توسط سازمان ملل در بیش از 24 منطقه درگیری در سراسر جهان تایید شده است و اکثریت قریب به اتفاق این انفجارها در مناطق پرجمعیت رخ داده است. تد چایبان معاون مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در این زمینه اعلام کرد شواهد غیر قابل انکاری وجود دارد که از زمانی که از های انفجاری در مناطق پرجمعیت استفاده می شود، کودکان نه تنها از نظر جسمی بلکه در تمام های زندگی خود به شدت آسیب می‌بینند. وی در ادامه افزود زندگی هزاران جوان همه ساله ناگهان به پایان می رسد یا برای همیشه تغییر می کند فراتر از آسیب ها و جراحت های ظاهری کودکان تاثیرات روانی، آموزشی و اجتماعی که اغلب کمتر قابل مشاهده است می تواند در طول زندگی آنها باقی بماند و چرخه هایی از سختی و رنج را در زندگی آنان ایجاد کند استفاده از سلاح‌های انفجاری همچنین تأثیرهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی گسترده تری در بردارد که به شدت بر دسترسی کودکان به مراقبت‌های بهداشتی، آموزش آب پاک و سایر خدمات ضروری تأثیر می‌گذارد. یونیسف این زنگ خطر را در حالی به صدا در می آورد که کشورها این هفته در اسلو برای اولین کنفرانس بین المللی پیگیری اعلامیه سیاسی در مورد استفاده از سلاحهای انفجاری در مناطق مسکونی که در نوامبر 2022 تصویب شد گرده هم می آیند. بیش از 85 کشور این اعلامیه را امضا کردند که بر اساس آن دولت‌ها را متعهد کند در هنگام انجام عملیات نظامی در مناطق پرجمعیت اقداماتی را برای جلوگیری از آسیب به غیر نظامیان انجام دهد.